مهمان نوازی عالی که در بهترین جای شهر نو کابل قرار گرفته و در اطراف این هتل زیبا. من فکر نمی‌کردم کابل اینقدر سرسبز باشه. سلام بچهای آپارتمان باز، هتل باز. سلام بچهای افغانستان. بعد اون آپارتمان نگیم، بگیم اون قصری که از افغانستان باید بیان شده. این چیزی نیست، این چیزی نبود در مقابل خونه. نه میگه بابا این پشکل هم نبود، یه انقدرش هم نبود. حالا به هر حال بعد اون خونه، حالا به خونه های دیگه هم داریم، ولی اومدیم سراغ لاکچری ترین هتل های افغانستان کابل بریم ببینیم که چه خبره، ببینیم چه هتل هایی دارن. قرار پرمون بریزه، میخوایم بریم که با هم یه هتل های لوکس و خفن افغانستان ببینیم. اگه دوست داشتید این مدل ویدیوها رو، بریم جای خفن افغانستان حتما چک کنیم، امکاناتی که هست، معترایی که هست حتما داخل کامنت بگید، ما ادامه بدیم این سری ویدیوها رو و دمتون گرم، بریم سراغ. پنج تا از زیباترین و لوکسترین هتل های کابل با مجهزترین امکانات روز دنیا که باید بشناسید. جونم گشتم شد خدا وکیلی. پنج تا از هتل های خفن کابل فقط بچه ها باید بریم. بچه ها دوست، اگه دوست داشتیم بیایم کابل ولی میترسیم بیایم. آره میترسیم بگید چک و لقدم میکنم. آره بچه ها افغان تاپ تنو حتما برید دنبال بکنید. هتل سرنا، یکی از بهترین هتل های پنج ستاره در قلب شهر کابل. چشمانداز زیبا چه نمایی از پارک زرنگار دارد. پارک زرنگار، این هتل زیبا پس از نوسازی در تاریخ 17 عقرب آبان 1384 توسط حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان افتتاح شد. توسط حامد کرزی سال 1384، الان 2023 حساب و 90 ایم دیگه، حالا میگم 90، الان 84 تا 1401 1404، 20 سال تقریبا، 16 سال پیش حامد کرزا رئیس جمهور وقت افغانستان اینو افتتاح کرده و چه نمای روخی هم داشتش. بچه‌ای که دیدن اینجا رو حیاتی دیگم چیزی داره، حیاتی داره. آره آدم فقط میگه خدا وکیلی من نمیدونستم اینقدر خفن باید باشه تو افغانستان. من آدم میگه الان بریم اونجا فقط بگردم. بریم بگردیم واقعا. هتل سرنا 177 اتاق و سویت بزرگ دارد که تمامی آنها با آثار هنری. بابا چقدر بروز چیزش، دستساز آثار هنری و دستساز افغانستان طراحی شده. باریکلا نگاه کنید، اینجوریه دیگه، خارجی ها بیان به عنوان توریست میان اول پشماشون میریزه، پشماشون میریزه، میگن دیگه نمیخوام بچه، دیگه نمیخوام ژله تو تیغ و آره. از این چیز استفاده کنید، بیان ببینن پشماشون میریزه. دقیقاً تو ایران هم این داستان رو خیلی رعایت میکنن، خیلی خوشم میاد، میان از آثارها و طراحی های خود مثلا ایران باستان و اینا استفاده میکنن، واسه خارجی خیلی جذابه چون اونها این چیزا رو ندیدن که قدمت ندارن، که اینا کلا در به داغونن. نه بابا مال ماها اینجوری جذابه، اینجوری خوشگل، این نمادها اینا جذابه. بریم. و دستسازهای افغانستان طراحی شده. چقدر خفن. این هتل با دو رستوران و یک سالن کنفرانس بزرگ مجهز است که بیشتر مورد استفاده سیاستمدارها و دولت قرار میگیرد و در لیست غذاهای رستوران انواع غذاها با پخت محلی، شرقی و غربی موجود است. همچنین این صبحونه حال میده، اینجوری کالباس ژامبون بزنی یک حالی میده، با شیر و کمپلکس یک حالی میده، اینا رو بخوری خودت بشی کمپلکس. آره خیلی حال میده بچه ها. اتاقهای هتل سرنا با وای فای رایگان، این خودش آپشنه، تلفن، لوازم آرایشی، بهداشتی و تمام امکانات مدرن روز دنیا مجهز است و هزینه هر شب اقامت در این هتل زیبا بین $100 تا $1,200 میباشد. داداش خیلی فاصله از دی... بالاخره 100 یا 1000 دیگه. نه نگاه کن نسبت به اتاق 70 اتاق داره. خب مثلا میاد میگه آقا 70 اتاقش سوپر لوکسه، 30 تا اتاقش معمولیه. یارو مثلا میاد میگه آقا من یه واحد قیمتش خوبه، کمترین اتاقش، ضعیف‌ترین اتاقش $100، 150، $300 هم در نظر بگیریم، با دلار ما چقدر میشه بخوایم به ایران ما بریم اونجا؟ 800 تومان. 800,000 تومان خوبه دیگه، هر یه شبی الان از افغانستان بیان ایران خوب میخورن میخوابن دیگه، چون دلار بالاه دیگه، اگر اونجا با دلار خرید و فروش کنن، اگه آره اگه با دلار اونجا حقوق در بیارن، یعنی حقوقش به دلار باشه، 2000 دلار در بیارن بیان ایران قشنگ یه سال میخورن. فکر نمیکنم بشه 2000، میشه 2000 دلار اگه یه کسی درآمد دلاری داشته باشه تو افغانستان. بریم شماره 2، هتل انترکن، یکی دیگر از بهترین هتل‌های پنج ستاره و بین‌المللی
در منطقه کاراته پروان در مرکز کابل پایتخت افغانستان است. این هتل زیبا در سال 1348 و در دوران محمد ظاهر شاه با یو خدا ملکه بچه اینجا رو ببینید چه وضعی بوده افغانستان. سال 1400 زن و مرد تو استخ نگو 1848 1348 اینو ساختن. یو واسه ملکه چه 50 حالا با 50 بگیم نزدیک 40 50 سال پیش. آره چی ساخته این برام خیلی آشناه. یه هتل تو ترکیه هست تو استانبول دقیقا شبیه اینه که قطعا اونو از روی این ساخته. شاهشون ساخته دیگه. شاه اون موقع آره چون قطعا اونو از روی این ساخته. قشنگ بچه همینه نماشی استخ هم با همین مدل و استایل جلوش تازه ساخته یعنی استانبول قطعا بعد این بوده. اون موقع ترکیه اصلا مهد توریستی بوده اینجوری تو منطقه بوده دیگه. آره بیدی. همکاری شرکت‌های بریتانیایی و شرکت‌های محلی افغانستان در شهر کابل ساخته شده و زیر مجموعه هتل‌های اینترکانتیننتال می‌باشد. بعد اینم سال شکلی اتاق استخر سالن ورزشی تالار اجتماعات و رستوران یکی از مجهزترین هتل‌های کابل با بهترین امکانات مدرن روز دنیا می‌باشد و روی تپه در بخشی از باغ بالا قرار گرفته. چه نمای پایین داره. چه خفن. دقیقاً مثل اونا یزیدا دقیقاً از روی این کپی کردن یزیدا. ولی بچه‌ها امیدوارم که امنیت درست بشه که قشنگ توریست‌ها بتونن بیان هم با آثار و جای خفن آشنا بشن. الان نمیدونم چقدر هست یعنی نسبت به قبلنا هست هنوز اون شدت آره رو داره میاد سال جنگ میگه اینقدر توریست داره میاد اینقدر توریست داره میاد. ولی بچه‌ها گفتم شما هم نترسین باشین بیاین. حتی ما وکالت میدید که ما بیاییم اونجا ما طالبان نزنیم مرگردیم مگر نه دیگه رینو ریاکشن تمام داره بریم. و دارای طبیعت سرسبز و زیبا است که بیشتر مورد استفاده مهمانان خارجی قرار میگیرد و هزینه هر شب اقامت در این هتل زیبا بین $100 تا $1,500 میباشد. این هم همونه دیگه آخه $100 تا $1,500 آخه اون بالا اون ورش خیلی بالاتر میخوره. شاید مثلا اونا با شام و نمیدونم اینجا چیزات این فقط آقا یه خوابه دیگه. آره یه خواب معمولی ولی اکثرا بچه‌ای که تو کابل بودن رفتن اینجا بگن دیگه. آره بچه‌ای که این هتل که الان ما داریم میبینیم و یکیشو رفتن حتما داخل کامنت ها بگن. بریم هتل سوم بچه‌ها. هتل پارکستار. پارکستار یکی دیگر از بهترین هتل های 5 ستاره افغانستان. چه فضای خوبی داره. دارای سونا، جکوزی، استخر، سالن ورزشی. اینا رو من دوست دارم. اینا رو من خیلی دوست دارم. دیدید که سر اون ویدیو هی من گیر داده بودم به استخر. باشگاه بری بعد بیا یه غذای توپل بخوری بعد یه نیم ساعتی همون لب استخر استراحت کنی بعد از اونجا خیلی خودتو بندازی تو استخر. سالونی بازی برای کودکان، وایفای رایگان، پارکینگ رایگان و رستورانی عالی با بهترین غذاهای محلی شرقی و غربی با مجهزترین امکانات و مهمان نوازی عالی که در بهترین جای شهر نو کابل قرار گرفته و در اطراف این هتل زیبا. من فکر نمی‌کردم کابل اینقدر سرسبز باشه. شهرهای دیگه افغانستان رو دیدم که خیلی سرسبزه. کابل رو نمی‌دونستم اینقدر جای سرسبز داره. بعد هتل‌ها هم جای سرسبز انداختن. چه نمای جذابیه. جمع و جور دور تا دور اتاقا چیده شده. با رستوران‌های فراوان، فضای سرسبز و زیبا وجود دارد که بهترین گزینه برای مهمانان خارجی و گردشگران میباشد. آره من بعد برم. اینو شبی خارجی هست. شماره 4 هتل کابل استار یا ستاره. چهارمین هتل 5 ستاره افغانستان با مجهزترین امکانات دارای سونا، جاکوزی. یعنی تو الان ما میتونیم این 5 تا هتل 5 ستاره فقط کابل داره. 5 تا 5 ستاره فقط کابل داره. خیلی هزینه میخواد 5 ستاره. بعد سوال این حالا خوش بال صاحبشون. چه درآمدی دارن؟ حالا شما نکن مشهد ما خب هتل 5 ستاره خیلی زیاد داره. 4 ستاره خیلی داره. اونجا دیگه از یه شهریه که توریستی زیارتی میرن میان. خب بخاطر اینه اونجا اینقدر. بچه‌هایی که بگن الان کابل 5 ستاره داره. اومدن مشهد زیارت رفتن بگن. آره بگم ببینیم چون در کنار آخه نزدیک هرات دیگه. آره دیگه بخوام بیان راه خیلی راحته براشون. آره. برای به نظر از ما راحت‌تره. از ما راحت‌تره. ما تهران می‌خوایم بیایم خیلی داستان داره. بریم استخر. باشگاه ورزشی، پارکینگ رایگان، وایفای رایگان و مهمان نوازی عالی با انواع غذاهای محلی، غربی و شرقی که در یک مکان دیپلماتیک در شهر نو کابل قرار گرفته و در اطراف این هتل زیبا سفارتخانه های مانند آمریکا،
بریتانیا، کانادا، هندوستان و جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و 80% جمهوری اسلامی ایران کجا هم قرار دارد؟ کجا هم هست هتل در آمریکا و ایران و کانادا و هندوستان و انگلیس الان یعنی هستش ایران سفارتش اونجا؟ آره دیگه هستش دیگه، برش نمید باشه. آخه الان با طالبان میگن نه چه ربطی داره، خب یه اونم یک سیاستی حکومتیه برای خودش دیگه، حالا مجبوره با همه حکومت‌ها آره سازش کنه. بریم. از مهمانان این هتل را خارجی‌ها تشکیل می‌دهد که 100% هزینه بالای هم دارد. اوه 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 هزینه بالاست بچه. هتل پنجم. هتل آخر گلدن استار. گلدن استار یکی دیگر از بهترین هتل‌های افغانستان با مجهزترین امکانات روزی دنیا. یه هتل توی مشهد هست به اسم هتل، این زیاد نمای خوبی نداره، اینه درسته؟ آره دیگه همینه. آره این زیاد نمای اونقدر شیکی نداره. یه هتل سینور دقیقاً بالا شما ما که داری غذا میخوری دقیقاً پایینو میبینی، همون هست، هم هتل قصر است. میدونی الان چی الماس من به نظر میاد چی حال میده؟ این ایده رو حالا اجرا نکردن، حالا شاید ایده بدی باشه. من میگم طبقاتو این اسکلت بندی که درست کردم محکم مستحکم درست کنم، بعد طبقات از شیشه بزنم پایینی رو ببینی تو بابا چه کاری ها چه حوال میشه. در شهر نوی کابل قرار گرفته و از نگاه امنیت و مهمان نوازی در رده بهترین ها قرار دارد که در یکی از بهترین مکانهای شهر نوی کابل قرار گرفته و دارای مکانهای تاریخی، تفریحی، سرگرمی و مرکزهای تجاری فوق‌العاده می باشد که بهترین گزینه برای گردشگران است. خلاصه در شهر کابل هتل‌های فراوانی وجود دارد. حالا ما کدومش انتخاب کنیم بریم؟ بچه شما ده بیسی بیاین، هر کدومو گفتیم ما انشالله ببینیم امسال عید میتونیم بیاین. آره حالا بگید که ببینیم ما احتمالاً بتونیم پرواز مستقیم از ایران به افغانستان فکر کنم فقط به کابل میشه انجام آره. میشه یعنی مجبوریم فقط بیام کابل بیام شما رو از نزدیک ببینیم. آقا دستبوس احمدتون هست چه ویدیوهایی بگیرم از افغانستان بچه‌ها، چه ویدیوهایی ما با بچه‌ها بگیریم، چقدر به به. بریم که دمتون گرم که تماشا کردید دیگه، بریم که دیگه نه دیگه داریم میریم خونمون دیگه، یه بریم که آخر ویدیو لایک و سابسکرایب زنگولارن که دیگه خودتون میدونید حتما بزنید تا ویدیو بعدی و یکی خدا نگهدار بچه‌ها دیگه خدا نگهدار.